مردی که یک تیاره مسافربری مصر را ربود و آن را در قبرس مجبور به نشست کرد، بازداشت شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اعلان کرد که حکومت 20 میلیون دلار اضافی به مساعی بین المللی به اروپا می دهد که به بحران مهاجرین رسیدگی کند. بدترین رنگ باختن مرجان‌های بحری از بابت گرمی هوا در 15 سال 95% بخش‌های شمال استرالیا را متزلزل ساخته است و قرار است گرمی امسال بی سابقه باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ملوس زیمن رئیس جمهور چک یک قطعنامه استراتژیک مشارکت دو جانبه را امضا کردند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید میزبانی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا پاسخ مشترک اروپا و حملات دهشت‌افکنانه است.